به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خانم ها آقایان، به ال آر تاکاوا خوش آمدید. با حساس ترین دربی شهرستان اردکان و اولین دربی این شهر در بالاترین سطح از قاب سایت آنتن، میهمان نگاه شما عزیزان هستیم. با رقابت دو تیم ایفا سرام اردکان و چادر ملو در خدمت شما هستیم. در ترکیب تیم ایفا سرام، علیرضا شاهعلی، محمد امین حیدری، اسماعیل طالبی، امیررضا سرلک، امین درغنه، علی اکبراس و فیلیپ پالگات، نفرات آقای علیرضا طولوکیان هستن که در مقابل مهرزاد بابایی، حمزه زرینی، امیر کرمی، عرفان نوروزی، موسی سخاوی، قاسم کارخانه و فاضل پژومان به سرمربیگری کامیز یعقوبی به میدان رفتن. اولی سری سرباز کنند چادر ملو، این ضربه از شوالی و اولین امتیاز برای ایفا. اولین امتیاز با دستان علیرضا شاهعلی برای تیم میزبان به دست. نصف سنجام بدم پالگات، میرم برای حیدری و دفاع شد. یک بار دیگه بازیکن ایفا، پالگات، سلک و این هم امتیاز دوم برای ایفا سرام. ایفا طوفانی شروع کرده دربی رو. امین درغنه که در خط سرویس قرار گرفت، درغنه و تمرکزی که روی توپ داره. حالا سرویس هستم میدونه دریافت جالب نبود از قاسم کارخانه. زرینی یک بار دیگه بازیکن ایفا، شاهعلی دفاع شد، امتیاز برای ایفا. امتیاز سوم ها باز هم ایفا سرام مال خود میخوره و باز هم شاهعلی و منطقه دو. 3-0 پیش افتاد ایفای قرمز پوش. باز هم درقل در منطقه سرویس. استقبال خوبی هم شده از این بازی. رفته رفته داره سالون هم شلوغتر میشه. موسی سقاوی یک بار دیگه پاس کوتاهی که این بار نوروزی به امتیاز تبدیلش کرد. اولین امتیاز رو عرفان نوروزی برای چادر ملو به ارمغان میاره. خودش هم رفت در خط سرویس قرار گرفت. همین چهره دریافت انجام شد از بازیکن ایفا. پالگات یه پاس کوتاه نرسید به توپ، کارخانه ها امتیاز چهارم رو گرفتن. بازیکنان ایفا سرام چقدر تلاش کرد به توپ نرسید. قاسم کارخانه 4-1 ایفا پیش افتاده. هم تماشاگران منتسب به ایفا که لحظه اونا رو در تصویر ملاحظه کردیم. شاهعلی دریافت از حمزه زرینی، فاضل، خود حمزه دفاع شد، دفاع شد و سرلک در ترتیب بود نتونست موفق باشه. باز هم در برگشت توپ رو زدن به دست مدافعان تیم چادر ملو، اصابت کرد به دست خود بازیکن ایفا. امتیاز برای چادر ملو به دست اومد. تابلو رو باید درست کنه. 4-2 از خود شاهعلی رفته اونجا سرویسش رو بزنه، در حالی که سرویس برای امیر کرمی و چادر ملو. از خود بازیکنان هم نظر آقای اکرم رو یه لحظه قبول نکرده بودن که حالا امیر کرمی در منطقه سرویس قرار میگیره. 4-2 برای ایفا. کرمی در منطقه سرویس، دریافت انجام شده از حیدری، پالگات، خود حیدری، دفاع، بیرون، امتیاز برای ایفا سرام. ایفایی که مرتضی بابایی انجام داد ولی توپ به اوت رفت، امتیاز رو ایفا سرام گرفت. محمد امین حیدری در منطقه سرویس،
سرویس زد دریافت انجام شده است. قاسم کارخانه جری خالی خوب قبلش هم خطا شد گرفت رد شده بود دست علی حقار از روی تور احتیاط رسیده به چادر مالی اردکان. از وقتی که آقای مرتضی اکرمی داور بین المللی بر عهده داره و مشتبه بیداریان دیگر داور بین المللی رو در این عمد مساعدت میکنه. موقعات بازی اساس بود که پای ویدیو شک هم به سالن خاتمی باز بشه و کار فرهنگی که تماشاگران دو باشگاه روی سکا دارن انجام میدن به اهتزاز در آوردن پرچم های دو باشگاه رو همزه زرینی که سرویسش به بیرون داره 6-3 دیفا سرام. بازم سرلک در منطقه سرویس دریافت از حمزه زرینی فاضل قاسم کارخانه دفاع شد امتیاز برای چادر مانی این بار به دست اومد از منطقه چهار با دستان قاسم کارخانه 6-4 ایفای رتبه چهارمی در عدد 6 و چادر مانی رتبه ششمی در عدد 4 در ست اول بازی رو ادامه میدن. مهدد بابایی و سرویسی که مستقیم به بیرون رفت تا توپ و امتیاز سرویس به بازیکن ایفا برسه. این هم هواداران پرشور ایفا سرا فالگات قاسم کارخانه فازل امیر کرمی و دفاع دفاعی درغنه و علی حق پرست امتیاز بعد رو به ایفا میرسونه. فیلیپ پالگات نرفت از حمزه زرینی فازل آسام امیر کرمی و این بار فیلیپ پالگات دریافتش کرد رسونن به حق پرست دریافت از حمزه زرینی. نوبت برای چادر ملی است عرفان نوروزی و حالا موسی سخاوی که برش کرد کاری که بازیکن ایفا پالگات سرقنه به دستش رد شد فری پالگات تا امتیاز برسه به چادر ملوی نظر آقای مرتضی اشرمی هستی کاملا هم درست هست 8-5 برای ایفا سرم بازر پجومان در منطقه سرویس در یک از اخبر است پالگات خود اخبر است دفاع شما خودش رسون به توپ موسا سخابی عالی بود کار موسا واسم بازیکن ایفا به کار کوتاه و بیرون امتیاز برای چادر مرو آشکار لرغنه بیفایده بوده توپش راهی اوت شد 8-6 همچنان ایفا پیش افتاده نوبت رسیده به سفید پوشان چادر مرو و فاضل پجمان بیرون بود امتیاز رسید به ایفا و تقدیم کرد امتیاز رو به بازیکن ایفا سرا امین حق‌پرست در منطقه سرویس سرویس جشن رو محکم زد دریافت از حمزه زرینی امیر کرمی و دفاع امتیاز برای چادر مالو قدر محکم زر آفتادش رو امیر کرمی تا امتیاز هفتم برسه به تیم میهمان. تیم میهمانی که اینجوری خودش میزبانه این بازی هم هست هر دو تیم از شهر اردکان شهری که با افتخار دو نماینده رو در بالاترین سطح لیگ برتر والیبالمون داره. هرگفت انجام شد حالا یک کار کوتاه دفاع دفاع امتیاز نزدیک شد 9-8 همچنان ایفا قاسم کارخانه در
منطقه سرویس قرار گرفته، خودش با 12 امتیازی که آورد یکی از امتیاز آوردترین بازیکنان چادرمال در بازی قبل بود. پالگات شاه علی اصلا کارخانه دریافتش کرد. موسا زرینی ردش کرد. اکبر است پالگات شاه علی حتی بگه موسا خودش رسون چقدر خوب رسون باشو به تور یک بار دیگه بازیکن ایفا پالگات شاه علی اکشاتو امتیازی که گرفت فریاد شاه علی 9-7 ایفا سران درب خوبی هم حاکم هست بر سال نهایت الله خاتمی دارن تیمای خودشون رو تشویق میکنن طرفداران هر دو تیم. امینه درقنه در منطقه سرویس گرفت از موسا فاضل این از اونجا نزدیک بود قابلگی بشن. حمزه زرینی امتیازی که به دست آورد چیکار داره میکنه اونجا حمزه زرینی خوشحالی زاید رو بستش که امتیاز رو برای چادر ملو به دست آورده. ده نو ایفا جلو هست برای تابل سالان 9-7 رو همچنان داره نشون میده. حرف از آتوکان ایفا یک بار دیگه هیدری و اینقدر محکم زد ضربش رو تا امتیاز 11 رو مال خود بکنه. اسماعیل طالبی هم وارد زمین شد برای ایفا سران. بازم شاه علی منطقه سرویس طرف دست حمزه زرینی قاسم کارخانه امیر کرمی دفاع بیرون امتیاز برای چادرملو از منطقه دو خوب داره امتیاز میگیره امیر کرمی. خودش بره در منطقه سرویس قرار بگیر. این هم مدیران عامل هر دو باشگاه آقای عطایی و آقای شاکر مکان قشنگی که انجام دادن و پیش کسبت های ورزش رو هم دعوت کردن به سالن ایرجخان وزیری و هم امتیازی که ایفا مال خود کرد. آمین هیدری در منطقه سرویس سرویس محکم راهی اوت شد تا فقط اختلاف رو کمتر بکنه. حمزه زرینی در منطقه سرویس صحبت میکنه حمزه یعقوبی با موسا سخابی. سرویسی که به تور زد حمزه زرینی تا باز هم اختلاف عدد 2 برسه در دست اول. سرلک دریافت از قاسم کارخانه فاضل بکنه کوتاه مرداد بابایی که امتیاز بعد رو با دست مدافعان به نام خودش ثبت کرد. مرداد بابایی در منطقه سرویس دریافت انجام شده است. حق بر است بازات شاه علی این امتیاز از منطقه دو بر تیم ایفا سرام به دست میاد. پالگات مأمور زدن سرویس میشه دریافت از قاسم کارخانه یک بار دیگه خود قاسم کارخانه دریافت انجام شده از پالگات. طالبی شاه علی بیرون تو بیرون بود بکنم به دست
یکی از مدافعان برخورد کرده. مرکز رسیده به تیم ایفا سرا. دارم بازبینی میکنم توسط ویدیو چک تا صحت و سقمه تصمیم آقای اکرمی رو بررسی کنن. خب امتیاز رو دادن به چادرملی اردکان تا 14-13 بشه و نظرش رو برگردون آقای اکرمی تا اختلاف کمتر بشه. فاضل پژمان در منطقه سرویس. دریافت جالب نبود. پالگات خود اکبرست زرینی بازم برای قاسم کارخانه دفاع شد. بازم اکبرست خود اکبرست این بار دیگه امتیاز رو گرفت از جلوی رستن نوروزی و قاسم کارخانه تا اختلاف رو به 2 برسونه. خود اخبر است در منطقه سرویس بسیار محکم به تورکوبی تا امتیاز تقدیم بشه به تیم چادرملی. پا به پای هم دارن در ست اول پیش میرن بازیکنان هر دو تیم. برای مار قاسم کارخانه شماره 22 تیم چادرملو در خط سرویس قرار گرفته. اخبر است آلگات حیدری و دفاع دفاع عرفان نوروزی امیر کرمی بازی رو به تساوی کشوندن عدد 15. بار نوبت به خوشحالی سمت راسته ورزشگاه رسیده و قاسم کارخانه که خودش در خط سرویس جا گرفته. دریافت از اخبرست فالگات حیدری یک بار دیگه دفاع این بار به بیرون امتیاز برای ایفا سرا. شانزده پانزده به نفع تیم ایفا سرا مرده. مارم اینه در قرن همین چهره دفع عادت تمرکز را انجام میده روی توپ. طرف از قاسم کارخانه فاضل حمزه زرینی یک کار زیبا از حمزه زرینی تجربه خودش رو ثابت کرد در این صحنه. تابجت 14 هم رو به دست بیاره. شمال تیم چادرملو رو ملاحظه میکنیم و کار فرنگی که روابط عمومی این باشگاه انجام داده به سان تیم ایفا سرام که توزیع پرچم رو در دستور کار خودشون برای این بازی قرار دادن. شوهلی و واسه امتیازی که گرفت از دستان زرین و مهرداد بابایی خوشحالیه هواداران تیم ایفا. شوهلی سرویسش رو زد به لبه تور هم برخورد کرد. فاضل امیر کرمی وقتی که رسید به چادرملو دستش رد شده بود. محمد امین حیدری باز هم باید بازبینی بشه. داره مشورت میگیره آقای مرتضی اکرمی. اشرف دستور بالا دستور بالا جای مونیتور خالی هست در سالن که ما و تماشاگران هم بتونیم
تصویر ویدیو چک رو ببینیم. من اعتراض میکنم همچنان علیرضا طلوکیان. ممنون از همکاران که به تصویر کشیدن مانیتور ویدیو چک رو. بله رای درست بود. توپ امتیاز رسید به ایفا سرا. باز هم شاهعلی در منطقه سرویس. سرویسشو محکم زد. دریافت جالب نبود است. عاصم کارخانه و امتیاز رسید به ایفا سرا. چقدر محکم زد سرویسش رو علیرضا شاهعلی. 18-16 و وقت استراحت کامیز یعقوبی درخواستش میکنه. صحبت های هر دو مربی با بازیکنان خودشون. عرض می‌کردم برای اولین بار هست که در بالاترین سطح والیبال شهرستان اردکان مرکز جغرافیای ایران میزبان این دربی حساس شده. دربی که ملقب شد به ال آرتاکابا به معنای سرزمین راستی و درستی که از زرتشتیان باستان برای این مکان مقدس به ارث رسیده. اردکانی که با خدمت بیش از 1000 سال خودش الان صاحب دو نماینده در بالاترین سطح لیگ والیبال آقایان در کشور میبینه. دیداری که تا اینجا پا به پای هم هر دو تیم تونستن پیش برن. شاهعلی یک بار دیگه سرویس محکمش که حمزه زرینی دریافتش کرد. جالب نبود دریافته و خود شاهعلی اومد و یک بار دیگه آفشارش رو زد. دیگه نوبت رسید به امیر کرمی. آفشارش که اونبار هم دریافت شد. یک بار دیگه خود شاهعلی به تور. این بار دیگه به تور زد تا امتیاز رو تقدیم بکنه به تیم چادر ملی اردکان. امیر کرمی در منطقه سرویس. به تور زد امیر کرمی تا امتیاز برگرده برای تیم ایفا سرا. اختلاف باز هم 2 امتیاز. آن امین حیدری در خط سرویس لبه تور یک لحظه برخورد کرد. فاضل حمزه زرینی توپ فرستاد به منطقه 5 تا امتیاز بعد رو کسب بکنه. کاپتان تیم چادر ملوی اردکان. تعویض انجام شد. ایمان طالعی میره در منطقه سرویس قرار بگیره. تنها بازیکن اردکانی حاضر در زمین هست همین ایمان طالعی که آقای طلوکیان هم چیزی نداشت که سرویسش رو بزنه. وقت استراحت رو گرفت تا این چنین با بازیکن خودش صحبت بکنه. هر دو تیم از بازیکن اردکانی در ترکیبشون میتونن استفاده بکنن در این شهرآورد که قبل از اینکه نام ایفا و چادر ملو رو تداعی بکنه نام خود شهر اردکان رو داره به مخاطب القا میکنه. حالا این تصمیم کامیز یعقوبی گرفت تا یکی از این استعدادها رو در این بازی وارد زمین بکنه. ایمان طالعی
خودش میره در منطقه سرویس قرار میگیره. همین چهره بازی قبل هم بازی کرده، بازی خوبی هم نسبتا از خودش نشون داره. یک بار دیگه پالگات و دفاع، دفاع فاضل پجمان مهرداد بابایی 19-19 کرد نتیجه بازی را. صحبت میکنه با آشکار میز رقوبی با ایمان طالعی که خودش رفته و در منطقه سرویس قرار گرفته. جمال شایسته اردکانی که حالا در منطقه سرویس قرار گرفته، سرویسش رو هم زد. طالبی، پالگات، سلک، دفاع بیرون، امتیاز برای پاسران 20-19. امیررضا سلک در خط سرویس دریافت انجام شد از طالعی، توپ رو ردش کرد طالعی، خود حق پرست و باز هم دفاع. چادر ملو باز هم بازی رو به تساوی کشون 20-20 مساوی. مهداد بابایی در خط سرویس برای پنجام شده از حق پرست، پالگات، شاهلی، دفاع بیرون، امتیاز برای فسران. تاها بهبود نیاد و به بازی میفرست آقای تولوکیان. جای امینه درغنه میکنه که بازی کنه چادر ملو، این امتیازی که گرفت عرفان نوروزی تا 21-21 بشه نتیجه بازی. فاضل پژمان در منطقه سرویس دریافت از طالبی، پالگات، حق پرست، دفاع خود حق پرست، بهبودی ها، حق پرست و خابون، امتیاز برای ایفا از منطقه دو با دستان علی. حق پرست به دست اومد، حالا خودش در منطقه سرویس قرار گرفته. همین چهره 22-21 حساس شد ست اول. حق پرست دریافت از ایمان طالعی، یک بار دیگه امیر کرمی و دفاع بهبود نیا 23-21 کرد. اختلاف باز هم دو و باز هم ایفا. وقت دومش رو گرفت کامیزه یعقوبی که خیلی نزدیک شده بود به تیم ایفا، دوباره با دو پوان اختلاف عقب افتاد و حالا فرا میخونه بازیکن خودش رو تا صحبت بکنه. از این طرف هم چهره مربیان تیم ایفا عادل قاضی و جلال پروانه، دو پیشکسوت عرصه والیبال این شهر و لحظه ای در کنار آقای تولوکیان ملاحظه کردید و این هم مشتاقانه والیبال شهرستان اردکان که نوبت به ایفایی ها بود که به تصویر کشیده بشن. اقبر از در منطقه سرویس 23-21 خود علی حق پرست دریافت از ایمان طالعی، فاضل پژمان از پشت اومد، مشتاق قلی‌زاده مستقیم به
رو بیرون فرستاد. 24-21. درخواست ویدیو چک میکنه. کامیز یعقوبی اعتقاد داره که به دست مدافعان برخورد کرده توپی که مشتبه قلی‌زاد زده، باید بازبینی بشه و نظرشون رو اعلام بکنم به مرتضی اکرمی و صحت و سقم تصمیمش بررسی بشه. همچنان دارن بررسی رو انجام میدن. حالا اعلام کردن به مرتضی اکرمی و برخوردی وجود نداشت. امتیاز رسید به ایفا سرام. علی اخبر هست در خط سرویس. 24-21. این میتونه آخرین امتیاز در این ست باشه. صحبت میکنه اکرمی با فاضل پژمان و محمد امین حیدری. چقدر جالب فرزاد ملا بهرامی تأیید کرد هواداران رو تا شاهعلی رو تشویق بکنن. خود اخبرست دریافت انجام شد از سالی فاضل. امیر کرمی دفاع بیرون و اصلا ویدیو چک رو درخواست کرد. کامیز یعقوبی اعتقاد داشت که تو داخل زمین بوده. مرتضی اکرمی و چقدر این ویدیو چک به کار اومد در این بازی. هنوز ست اول هستیم و پنجمین بار هست که از این ویدیو چک داره استفاده میشه. یکی روی خط بود فکر کنم. توپ رسید به ایفا و دست اول ایفا. 25-21 بنده دیدار شد. استراتی کوتاهی میکنیم تا شروع ست دوم که در خدمت شما خواهیم بود.
خب برگردیم به دست دومه این دیدار مهیج ست اول روی پاسرام چادر مال رو شکست داد تا دست دوم هم حق پرست شروع کننده بازی باشه. حالا آقای اکرمی دستور شروع بازی رو میده. حق پرست دریافت انجام شد از حمزه زرینی. خود حمزه وقتی که تبدیل به امتیاز شد برای تیم چادرمندی. یکیش در دست دوم. عرفان نوروزی در خط سرویس. طرف از حق پرست پال داد به پاس کوتاه و محمد امینه در قره بود که یک یک کرد حساب کار رو. تشکر میکنن از فیلیپ پالگات و در قره که خودش در خط سرویس قرار گرفت. طرف از قسم کارخانه جالب نبود. کیاوش حمزه زرینی و این هم امتیاز دوم. باز هم منطقه پنج که خوراک حمزه زرینی شده در این مسابقه. 2-1 چادرملی اردکان. کیاوش خودش در خط سرویس قرار گرفته. فشار هواداران ایفا در افتنجام شده از اکبر است. پالگاد کار کوتاه. یک کار زیبا است سرلک و بازی رو به تساوی کشوند امیر رضا سرلک. جای خالی زیبایی که انداخت و دو دو کرد حساب کار رو در دست دوم. شاه علی سرویس جای 6 محکم هست. دریافت از قاسم کارخانه فاضل پژمان. کیاوش به دست مدافع امتیاز گرفت. کیاوش ایدری 3-2 چادرملو پیش افتاد. کاپتانشون میره در خط سرویس قرار میگیره حمزه زرینی بازیکن با تجربه تیم چادرملو اردکان. مستقیم بیرون سرویس حمزه زرینی خراب شد تا امتیاز تقویم بشه به تیم ایفا سرا. محمد امین حیدری حالا اون باید سرویسش رو برای ایفا بزنه. طرف از موسا فاضل یک کار کوتاه و مهرداد بابایی امتیاز بعد برای چادرملو به دست میاد تا مهرداد بابایی شماره خودش رو در تابلو ثبت بکنه. چادرملو 4 ایفا سرا 3. همیشه مهرداد در منطقه سرویس. طرف دست سالبی پالگاه یک کار کوتاه سلک از دفاعی روی تور که انجام نشده دریافتی که کیاوش نتونست انجامش بده. 4-4 اصلا امیرزا سرلش در منطقه سرویس قرار گرفته برای ایفا. قیفت از زرینی فازل قاسم کارخانه دفاع شد. یک بار دیگه موسا مایه کرد برای قاسم کارخانه به دست مدافعانه ایفا سلام پالگات حق پرست و امتیاز برای ایفا سرا. منطقه 4 جایی بود که علی حق پرست امتیاز پنجمش رو مال خود کرد. سلک
طرف از قاسم کارخانه. فاضل کیاوش، امتیاز برای شادر ملی. کیاوش هیدری بود که بازی رو در عرض پنج به تصابی کشون. افندم شد از بازی کنه ایفا. یک بار دیگه شاهلیو دفاع، باز هم دستان قاسم کارخانه است که امتیاز گیری میکنه برای تیم چادرملی اردکان. 6-5 این بار چادرملی در این دست پیش افتاده. فاضل در افندم شد از بازی کنه ایفا. کار پایپ قشنگ است محمد امین هیدری، توپ دست مدافعان برخورد کرده، امتیاز در عدد 6 مساوی شد. جبه خوشگله سالن خاتمی. چه نشاط رو تزریق کرده به مردمان این شهر. بخواد اینکه بازیکن شادرملو دریافت انجام شده از طالبی. حق پرست بیرون، امتیاز برای شادرملو. اشاره میکنه به تولوکیان که به دست مدافعین برخورد کرده، رخص ویدیو چک. یک بار دیگه این بار توسط مربی تیم ایفا ترام تقاضا میشه بررسی بکنن، اطلاع بدن به مرتضی اکرمی. که با همکاری دوستان تصویربردار ما بتونیم تصاویر ویدیو چک رو داشته باشیم. این چه تصمیم میگیرن برای این صحنه؟ اکرمی هم همچنان مثل ما منتظر رأی نهایی هست. حالا اعلام میشه به آقای اکرمی و همچنان داره مکالمه شون ادامه داره میشه. امتیاز رسید به چادرملو، برخوردی تشخیص داده نشد توسط ویدیو چک. در چادرملو به امتیاز بعد برسه. هفت شش چادرملو. باز هم بازیکن ایفا یک کار کوتاه و توپ رو خوابوند در منطقه یک. محمد امین دلقنه، باز هم تساوی حاصل کار باشه در این دست. اخبر است در افت از موسا خودش رو رسون به تو. حمزه زرینی یه جای خالی، دقنه هوشیار بود. هیدری دفاع بیرون، امتیاز برای ایفا. 8-7 حالا ایفا پیش افتاد در این دست. اسم هیدری هست که داره تشویق میشه. بعدی اخبر هستی که حالا باید سرویسش رو راهی زمین چادرملو بکنه. همین بازی کن در افت از حمزه زرین. فاضل پجومان توپ دست مدافعان برخورد کرده، خطای دوزار رو گرفته مرتضی اکرمی و داره اعتراض میکنه. اونجا کامبیز یعقوبی به نظر مرتضی اکرمی خطای دوزار رو گرفت.
از بازیکنان شادر معلول. بالاخره آروم شد کامبیز یعقوبی. حالا مسلط هست مرتضی اکرمی، آقای بین المللیه این دیدار. اخبر است مستقیم به بیرون امتیاز برای چادر ملو به دست میاد. موسا رو میکشه بیرون، مهداد بابایی رو به زمین فرستاد. کامبیز یعقوبی، امیر کرمی، میر بابک موسایی و بهمن جهان دیدن رو برمه مشتم قلیزاد داره. این بر هم فرزاد ملا بهرامی، علی مباشری، آی ملخان، همه همه هستم روی نیمکت هر دو تیم. دریافت انجام شد از درغنه. یک بار دیگه حیدری دفاع بیرون امتیاز برای فسرا. ده هشت به نفع ایفا سرام در دست دوم. درغنه در خط سرویس. یکی به تور زد محمد امین، درغنه در امتیاز رو تقدیم بکنه به تیم شادر. توپ امتیاز به سرویس برای شادر ملی اردکان. کیاوش حیدری مستقیم به بیرون. امتیاز برای ایفا به دست اومد. این بار شاه علی همین چهره در خط سرویس قرار گرفته. سرویسش محکم هست. از قاطی کردن حمزه زرینی و قاسم کارخانه از پشت اضافه شد. کیاوش حیدری امتیاز بعد برای چادر ملو دست اومد. چقدر محکم زد اسمکش رو کیاوش حیدری. بعد از برخورد دست مدافعان راهی اوت شد و امتیاز برسه به تیم شادر ملو. خوشحالی این هوا دارم عبده زرینی در منطقه سرویس. سرویسش محکم هست. دریافت انجام شده است. حق بره است. میبرم برای شاه علی. ردش کرد موسا فاضل. باز هم کیاوش 11-11 بازی مساوی شد. برای من حیدری چادر ملو رو تشویق میکنم، یعنی کیاوش حیدری رو. برای محمد امین حیدری رو دارم، برای کیاوش حیدری رو. حمده زرینی هم سرویس محکمش و باز هم تو جلوگیری میکنه از امتیازگیریه کاپتان شادر ملو تا توپ امتیاز برسه به بازیکن ایفا. محمد امین حیدری در منطقه سرویس. قاسم کارخانه بازه یکار کوتاه. مهداد بابایی موفق نبود. پالگات شاه علی حمزه زرینی دریافتش کرد. فاضل قاسم کارخانه دفاع موسوی نجات داد تیمشو. یک بار دیگه دفاع و ایفا امتیاز بعد رسید. سیزده یازده حیدری در خط سرویس. دریافت از حمزه زرینی. فاضل قاسم به کارخانه و باز هم دفاع از امیررضا سرلک. اختلاف رو بیشتر میکنه. 14-11 وقتی استراحت رو بالاخره گرفت کامبیز یعقوبی. یه اختلاف زیاد شد و نیاز بود که این وقت استراحت رو بگیره. تقابل پدر و پسر هم جالب هستن. این شهرآور نادر قاضی در سمت مربیگری تیم
ایفا سرام و یوسف غازی در قسمت مربیگری تیم چادر ملی اردکان این شهرآورد به مسافه هم در این هم هوادارانی که به ورزشگاه آمدن تا امروز تیم ایفا رو در سمت چپ تشویق بکنن و نیمی از هواداران در سمت راست به تشویق چادر ملی اردکان دارن میپردازن. در این تصویر کاملا مشخص هست محمد امین حیدری صحبت میکنه با علیرضا طولوکیان. حیدری لبه تو برخورد کرد، جالب نبود کاره مهرداد بابایی. خود مهرداد بابایی یک بار دیگه حق‌پرست بود که اونجا توپ رو جمع کرد. خود حق‌پرست تو خالی بود اونجا، منطقه پنج خالی بود تا علی حق‌پرست امتیاز بعد رو بگیره. همین چهره هم اسمش رو فریاد میذارن در سالن خاتمی. 15-11 بکنه که بازی کنه چادر ملو و مرزد بابایی که حالا ایفا به امتیاز رسید. تلاش و ممارست بازی کنه ایفا در تعقیب توپ رو رسوند به محمد امین حیدری تا کسب امتیاز بکنه. محمد امین حیدری امیر کرمی به جای فاضل پژومان و احد حسنزاده جانشین کیاوش حیدری در ترکیب چادرملو. حیدری طرفت زرینی جالب نبود، پاس رو میرن برای حق پرست و امتیاز رو باز هم علی حق پرست گرفت. یکی از بهترین بازیکنان تیم ایفا بوده شماره 22 مشاهده جالب علی مباشری و فرزاد ملا بهرامی هم لحظه در تصویر مشاهده کردی. یکی از بهترین های ایفا بوده شماره 22 این تیم. حیدری در خط سرویس دریافت از میبابک، مشتبه قلیزاد، دفاعی که انجام شد، توپ بیرون رفت یا داخل زمین. درخواست ویدیو چک کرده کامیزه یعقوبی الان بررسی میکنن توپی که روی خط قرار گرفته. باز هم حیدری دریافت انجام شد محک امیر کرمی دفاعی که به بیرون رفت امتیاز برای چادر ملو برده 12 تغییر پیدا کرد. اختلاف 6 امتیاز 18-12 مهرداد بابایی دریافت انجام شده است. اخبار است بلگات یه پایپ زیباست محمد امین حیدری و امتیاز در عدد 19 برای ایفا سرام به دست میاد. اختلاف رو بیشتر کرد تیم ایفا، اختلاف به 5 رسیده در دست دوم. درفت از قلیزاد جالب نبود، به حتی خود قلیزاد کسب امتیاز کرد. مشتبه قلیزاد از منطقه 4 تا 19-13 به نفع ایفا
در حال پیروزی کیاوش علیدری و فاضل پژمان برمیگردن به جای خودشون در ترکیب چادرمان. در بازی همزمان هم شهدا 25-22 در دست اول پیکان رو در یزد شکست داده. سایپا 25-19 در ارومیه شهرداری ارومیه رو از پیش رو برداشته. گیتی پسند 31-29 نیان الکترونیک رو شکست داده. اورسان رامسر هم 25-22 پاس گرگان رو پشت سر گذاشت. در اولین بازی هفته هفته هم که فولاد سیرجان از تیم طبیعت شکست خورد تا شگفتی خلق بشه در هفته هفته. پرگات قلیزات پجومان یک کار کوتاه سرعتی و امتیاز با دستان عرفان نوروزی برای تیم چادرمالی اردکان به دست اومد. 20-14 مشتبه قلیزات در منطقه سرویس. مستقیم به بیرون سرویسش زد تا امتیاز برسه به عده 21 جلوی اسمه ایفاسرا. 21-14 اختلاف 7 امتیاز. آسم حق برست به لبه توب امتیاز. امتیاز سرویس رو با کمک تور به دست میاره علی حق برست تا 22-14 بشه. اختلاف 8 امتیاز و بالاخره تایم استرات رو گرفت کامیز یعقوبی. خیلی دیگه اختلاف رو بالا بر تیم ایفا. صحبت هایی که دارن انجام میدن مربیان هر دو تیم با بازیکن خودشون. فعلا خوشحالی نصیب تماشاگران ایفا سلام در سمت چپ سالن. قسمت اونا شده این خوشحالی. 1-0 رو بردن در این دست هم 22-14 پیش افتاده. حق پرست دریافت انجام شد. یک بار دیگه از پشت اضافه شد. کیاوش حیدری امتیاز رو گرفت. شماره 10 تیم چادرمالو تا 22-15 اختلاف کم بشه. عرفان نوروزی در منطقه سرویس. مهداد بابایی هم برگشت به ترکیب چادرملو. هنوز از بهمن جهان دیده استفاده نکرده کامبیز یعقوبی. طرف دست خود حق پرست بازات حیدری خوابید توپش توی زمین و امتیاز 23 رو از منطقه 5 چادرملو گرفت. مثل افسانجان هم 26-24 شهرداری گنبد رو در دست اول پشت سر گذاشته. در قنه در منطقه سرویس به بیرون امتیاز برای چادرملو به دست میاد. 23-16 اختلاف 7 امتیاز. سرویس کیاوش و خوابید. امتیاز سرویس رو گرفت کیاوش حیدری. سرویس ریسکی پرقدرتی که تبدیل به امتیاز شد. برای این بازیکن درخواست ویدیو چک داده علیرضا طلوکیان. با هم ببینیم تصویر رو. خوابیده بود قشنگ مشخص بود که توپ تبدیل به امتیاز شده و امتیاز رو گرفته تیم چادرمان. خوره کیاوش در منطقه سرویس 23-17 فشار رو دارن میارن. روی کیاوش حیدری اعتراضی کرد آقای طلوکیان به داور دوم.
توجیه شد و برگشت علیرضا تروکیان تا کیارش هیدری بالاخره بتونه سرویسش رو بزنه. کیارش هیدری این بار به بیرون، امتیاز برای پسران، این بار دیگه ریسک شباب نداد. الان مطالبه آخری سرویس رو میکنن از بازیکنان خودشون. هواداری تیم ایفا، شاه علی در منطقه سرویس قرار گرفته. 24-17 شاه علی بیرون، امتیاز برای شادرمانی. اختلاف کمتر شد، 6 امتیاز و میر بابک موسوی که در منطقه سرویس برای چادرملو قرار گرفته. همین چهره خود میر بابک دریافت از حق پرست فالگات. شاه علی بیرون، امتیاز برای چادرملو. 19 امتیازی است که شاه علی تقدیمش کرد به تیم میهمان. باز هم میر بابک در منطقه سرویس طرف تنجام شد از هیدری، فالگات خود هیدری و تمام. امتیاز 25 با دستن محمد امین هیدری تا دست دوم رو 25-19 پشت سر بگذاره تیم ایفا. استراتی کوتاهی بکنید تا شروع دست سوم.
وقت بخیر و خسته نباشید خدمت همه شما علاقمندان ورزش والیبال به دست سوم ایرانی تیم ایپاسران و چادرمالی اردکان در خدمت شما هستیم که اول امتیاز رو بازم ایپاسران مال خود کرد. دست اول دوم ریفا 25 21 و 25 19 پشت سر گذاشت تا به دست سوم برسیم و اول امتیازی که ایفا به دستش آورده. در قنه دریافت از موسا فاضل مهداد بابایی امتیاز برای چادرمالی 1-1 مساوی. مشتبه قلیزاد در طرز ایداری پلگات امتیاز رسید به ایفا. خطه بازیکن چادرمالو اعلام شد و 2-1 ایفا پیش افتاد. از مباشری هم استفاده نکرد آقای طلوکیان در این مسابقه به همراه فرزاد ملا بهرامی با لبخند دارن بازی رو دنبال میکنن. حمزه زرینی خود زرینی امتیاز رو گرفت نتونست شوالی دریافت بکنه و تجربه حمزه چربید به جوانی شوالی. 2-2 مهداد بابایی در خط سرویس. دیگه تو برخورد کرد تا امتیاز بعد به ایفا برسه. محمد امین حیدری در خط سرویس برفت از موسا فاضل پجمان امیر کرمی به شما برگرد نواز هم موسا یک بار دیگه امیر کرمی و امتیاز برای چادرمالو از منطقه دو با دستان امیر کرمی 3-3 مساوی. خود امیر در منطقه سرویس قرار گرفته در دست انجام شده است. بازیکن ایفا یک بار دیگه کرمی حمزه زرینی ردش کردن بازیکن ایفا شوالی مشتبه قلی‌زاد عرفان نوروزی حمزه زرینی رو توپی که راهی اوت شد. امتیاز برای ایفا سران به دست اومده. سرلک در منطقه سرویس طرف از حمزه زرینی فاضل بجومان خود حمزه دفاع شد در وسط درغنه و فلیپ بالگات 5-3 بشه دست سرپون. درغنه رو تشویق میکنن از موسا فاضل پجمان امیر کرمی امتیاز گرفت. امیر با اختلاف به عدد 1 کاهش پیدا کرد. حمزه زرینی در خط سرویس همین چهره بازیکن با تجربه تیم چادرمالو سرویسش رو محکم زد دریافت جالب نبود از حیدری میرسه به مشتبه قلی‌زاد این امتیازی که گرفت از منطقه 4 تا بازی به تساوی کشیده بشه 5-5
بازم حمزه در خط سرویس. سرویسش محکم بود. بازیکن ایفا یک دیگه علی حق برست خوابی کش در انتهای زمین در منطقه پنج. تبدیل به امتیاز شد. 6-5 بشه. ایفا سرام. آلگات موسا جالب نبود توپو رسوندن به امیر کرمی. آلگات مقاومت کرد بازم شوهلی توپ به سر غالیزاد خورد و تلاششون بیفایده هست. توپ برکتاز رسید به ایفا سرام خطه دو ضرب رو گرفت. نظرش رو قبول نداره کامیته یعقوبی. 7-5 برای ایفا سرام. نرفت از حمزه زرینی. بجومان قلیزاد مستقیم به بیرون و امتیاز برای ایفا. تایموسی که میگیره کامیز یعقوبی به نظره دیگه اختلاف از این بیشتر بشه. اختلاف به 3 رسیده در دست سوم. صحبت های هر دو مربی با بازیکنان خودشون و تماشاگرانی که به ورزشگاه به سالن خاتمی اومدن تا یک بازی مهیج رو ببینن. تا اینجا این امر محقق شد. ایفا در دو ست تو دست شهاد رو شکست بده. در دست سوم هم پیش افتاده. فیلیپ بالگات دریافت از موسا انجام میشه. پاس کوتاه که عرفان نوروزی تبدیل به امتیازش کرد. عدد 6 جلوی اسم شهاد رو. اختلاف به 2 امتیاز رسید. عرفان نوروزی در منطقه سرویس قرار گرفته. برفت از طالبی بالگات حق پرست دفاع و امتیاز رسید به چادر ملو. رسید به چادر ملو و تولوکیان که درخواست ویدیو چک میکنه. صحبت میکنه مرتضی اکرمی داور اول با بازیکنان. با این زحمت باید تصاویر ویدیو چک رو ببینیم. رد شده بود پاش هست خط. اکبر هست بود که کامل رد شده بود از خط و امتیازی که سر جاش موند. بدین ترتیب توپ امتیاز رسید به بازیکن چادرمان. عرفان نوروزی طرف از اخبر است به کار کوتاه و این بار برقنه. این پاس کوتاه سرعتی امتیاز گیری میکنه برای تیم ایفا. تا باز هم اختلاف به 2 برسه. اخبر است محکم سرویسش رو راهی اوت کرد. در اختلاف به 1 کاهش پیدا کنه. 9-8 همچنان ایفا. فاضل پژمان برای چادر ملو در منطقه سرویس قرار گرفته. در افتنجام شد از سیدری
بالگات خود هیدری بگیره های اوت شد ولی با دست مدافعان به امتیاز برای ایفا تبدیل شد و این بار کامیز یعقوبی درخواست ویدیو چک میکنه. دارن حد اکثر استفاده رو میبرن از این مهمان یک روزشون در سالن مربیان دو تیم. شاید حالا دیگه رنگ ویدیو چک رو نبینیم در این سالن. ببینیم اعتقاد داشت که به دست مدافعان برخورد کرده. آقای اکرمی باید تصمیم نهایی رو بگیره. همچنان داره مشورت میکنه با نفرات ویدیو چک. همین چهره بعد امشاد رسید به چادر ملو تا فضل پجومان سرویس رو بزنه. این از اونجا مباشری هم اعتراض کرد. به حال امتیاز رسیده به تیم چادر ملو. خود فاضل دریافت از هیدری فالگات یه پاس کوتاه و آمد امینه درغنه بازی رو به نفع خودشون 10-9 میرسه. خودش هم رفت و در خط سرویس قرار گرفت. خوشحالی این هواداران رو پایه گذاری کرد محمد امینه درغنه. همین بازی کن دریافت انجام شد از قلی‌زاد. یک بار دیگه خود قلی‌زاد به دست اخترپرست خورد و امتیاز برای چادر ملو 10-10. خوشتبه قلی‌زاد مأمور زدن سرویس برای چادر ملو. درست انجام شده است بازیکن ایفا شاهعلی به بیرون. امتیاز رسید به ایفا سرام. اعتقاد داره خط اعتقاد داره که توی زمین بوده. رفت به ویدیو چک بازم این صحنه. خارج بود کامل خارج بود. من که دارم میبینم از مانیتور. بله الان به تصویر کشیدن بچه‌های تصویر بردار. اوت بود تو کامل اوت شد و امتیاز درست هست برای چادر ملو. آقای پروانه هم اعتراض میکنه که من خودم باید ببینم. کامل بیرون بود دیگه توپ و آوت بود. 11-10 برای چادر ملو. مشتبه قلی‌زاد در منطقه سرویس به تور سرویسش به تور برخورد کرد تا 11-11 مساوی بشن. شاهعلی لبه تو برخورد کرد دریافت از موسا فاضل امید کرمی دفاع بیرون امتیاز برای چادر ملو. کرمی رو تشویق میکنن هواداران ایفا. مهرداد بابایی رفت در خط سرویس قرار گرفت. 12-11 حالا چادر ملو پیش افتاد. بابایی دریافت از تخبر است. فالگات
حیدری دفاع شد، دفاع به دست خود حیدری بکنم برخورد کرد، اعتقاد آقای حکمی نیست، توپ به بیرون رفته و امتیاز رو به ایفا داده. آقای اکرمی و حمزه زرین اونجا داره آروم میکنه بازیکن دو تیم رو. درخواست ویدیو چک از کار میزه یعقوبی فکر کنم برخورد کرد به دست حیدری. اگه بتونیم با هم ببینیم صحبت میکنه تولوکیان با داور دوم، بازبینی که داره انجام میشه توسط ویدیو چک تا نظر قطعیشون رو بدن به مرتضی اکرمی. هم صحبت میکنن، فکر کنم به شونه حیدری خورد، بعد لبه تور برخورد کرده بود به حیدری، برخوردی نداشت، امتیاز رسید به ایفا سرام. حالا کامیز یعقوبی داره اعتراض میکنه، قبول دار نشد تصمیم داور رو، شکایتش رو برد به ناظر داوری. کامیز یعقوبی کارت زرد هم داد به حیدری در اون شلوغی، یکی هم به چادر مالوی ها نشون داد، مشخص نبود، به لبه تور خورد. در ادامه دیگه چیزی که تو تصویر هست به شونه حیدری نخورده و تصویرش درست هست. مرتضی اکرمی در حال 12-12 مساوی شد در دست سوم. حمزه زرینی قلی‌زاد و امیر کرمی صحبت میکنن با مرتضی اکرمی. قانع نشد آقای یعقوبی، نخورد دیگه، باید قبول بکنه. حالا تایید کرد نظره مرتضی اکرمی رو تصویرش هم میکنه کامیز یعقوبی. بریم به همین چهره تشویق میکنه مرتضی اکرمی رو. سرویس برای ایفا دریافت از قلی‌زاد، فاضل، حمزه زرینی، یه جای خالی تبدیل به امتیاز نشد. موسی، فاضل، امیر کرمی، امتیاز برای چادر مالو. نتونست دریافتش کنه شاه علی. 13-12 شد. کارت قرمز تو دست آقای مرتضی اکرمی هست و کارت قرمز رو داد. فکر کنم مشتبه قلی‌زاد بود، بالاخره کارت قرمز از جیبش بیرون کشید مرتضی اکرمی. و کامیز یعقوبی که همچنان معترض هست. 13-12 در این دست پیش افتاده بود، 13-13 شدن و حالا برای دوم هم باش صحبت کرد ولی قانع نشد کامیزه یعقوبی. بریم به ادامه مسابقه. سلک و سرویسش دریافت از موسی، فاضل پشمان، کار کوتاه فان نوروزی و امتیازی که در منطقه 6 نصیب چادر معلوم شد تا 14-13 پیش بیاد. حمزه زرینی در منطقه سرویس قرار گرفته، برعکس آقای کامیز یعقوبی. آقای تولوکیان کاملا آروم و خونسرد
کار تیمش رو مدیریت میکنه. حمزه زرینی سرویس بسیار بد از حمزه زرینی که بازی رو به تساوی میکشونه. توپش حتی به تور هم نرسید. فیلیپ پالگات برای ایفا سرویسش رو زد، دریافت از مشتبه قلیزاد، فاضل، خود قلیزاد، دفاع و امتیاز برای چادر مالو. توپ به دستان مدافعان تیم ایفا سران به بیرون رفت، اوت شد و امتیاز رسید به چادر مالو. پانزده چارده برای چادر مالو. عرفان نوروزی در خط سرویس، دریافت انجام شد. پالگات شاهلی و امتیازی که گرفت از منطقه چهار با اسمک قشنگی که زد. پانزده پانزده اخبرست. سرویسش محکم بود. قلیزاد، فاضل، مهدان بابایی و امتیاز برای چادر ملو به دست اومد. پانزده پانزده فاضل فجومان دریافت انجام شده از طالبی. پالگات شاهلی، شاهلی امتیاز برای ایفا به دست اومد. شانزده شانزده پا به پای هم دارن پیش میرن هر دو تیم در دست سوم. در قناه مأمور زدن سرویس برای ایفا دریافت از موسا، فاضل، امیر کرمی، دریافت انجام شد. شاهعلی، حیدری از منطقه چهار با امتیاز 17 برای ایفا سران. این بار حیدری رو ایفایی ها تشویق میکنن، یعنی محمد امین حیدری. در قناه در منطقه سرویس قرار گرفت، سرویسش رو زد و حالا بهمن جهان دیده بعد به ورودش امتیاز 17 هم رو جلوی اسم شادر ملو ثبت میکنه. بازیکن متعصب و با تجربه تیم شادر ملو حالا توسط کامیز یعقوبی وارد ترکیب شد. قلیزاد اپرست، قلیزاد پاس کوتاهی که جهان دیده دفاعش کرد و حمزه نتونست حمایتش انجام بده. 18-17 ایفا سران. و شاهعلی که در خط سرویس قرار گرفته. فشار روی شاهعلی، سرویس جهشیش محکم تبدیل به امتیاز شد. امتیاز 19 و باز هم ویدیو شکی که گرفت فامیده یعقوبی فکر کنم روی خط بود. باز هم کار رسید به ویدیو چک، لمس کرده خط رو. امتیاز درست بود، تو نشسته بود روی زمین. حالا ایفا بازیکنان ایفا دارن تهیج میکنن هواداره خودشون رو، دریافتی که انجام شد بعد بود امتیاز رسید به ایفا. رفت در آغوش تولوکیان قرار گرفت تا شور رو این بار ایفایی ها به اوج خودش برسونه. 20-17 دارن میرن برای سه هیچ. فقط استرات گرفت کامبیز یعقوبی، بازی حساس شده در این لحظات. من نتایج بازی همزمان رو خدمت شما اعلام بکنم.
پیکان تهران 25-22 موفق شد که شهداب رو شکست بده در دست دوم. شهداری ارومیه 25-18 سایپا رو از پیش رو برداشت، 1-1 شدن هر دو تیم. سایپای و نیان الکترونیک هم بازیشون 1-1 شده در ست شماری 25-18. نیان الکترونیک سایپا رو شکست داده. بورسان 2-0 شده در ست شماری 25-19 گیتی پسند رو شکست داده. و اینجا هم که فیفا فعلا پرنده دو ست از سه ست بوده و در ست سوم هم پیش افتاده 20-17. تولوکیان صحبت میکنه با علی حق پرست. شاه علی سرویسش محکم به لبه تور برخورد کرد. حمزه زرینی فاضل، خود حمزه برفتی که انجام شد. توپ اومد تو زمین چادر مالی. این بار امین کرمی دفاع امتیاز برای ایفا. دفاع خوبه بازیکنان ایفا 21 میکنه امتیاز رو. محمد امین حیدری بود که خوب بازی کرده. او علی اکبر است و فیلیپ پالگات خوبای زمین ایفا بودن. 21-17 داره نزدیک میشه به پیروزی علیرضا طولوکیان. شاه علی در منطقه سرویس چقدر هرس میخوره اونجا فرزاد ملا بهرامی. شاه علی دریافت جالب نبود از قلی‌زاد. حمزه زرینی فاضل حیدری به جای خالی که هوشیار بود بهمن جهان دیده. یک بار دیگه بازیکنان تیم ایفا واسم حمزه زرینی مقاومت کرد. شاه علی از پشت اضافه شد. توپ به توپ برخورد کرد بعد از دفاع بازیکن چادر ملو. دو بازیکن با تجربه چادر ملو نتونستن قدرت جبولی رو خونسا بکنن. 22-17 قاسم کارخانه و ایمان طالعی میخوام به کمک چادر ملو بیان. مشتبه قلی‌زاد حمزه رو بیرون میکشه کامیز یعقوبی. شاه علی 22-17 برای ایفا. کلان سالون سمت ایفا رفته و دارن ایفا رو تشویق میکنن، هم هواداران هم بازیکنان ذخیره شون. شاه علی سرویس محکمش دریافت از موسا فاضل از پشت اضافه شد. دریافت رو انجام داد علی حق‌پرست. پالگوت حیدری دفاع و چادر ملو به امتیاز 18 میرسه. این هم خوشحالیه این بار بانوان طرفدار چادر ملو. 22-18 بهمن در خط سرویس. خوشحالی هواداران ایفا رو هم لحظه مراجعه کردی. بهمن جهان دیده در خط سرویس دریافت از طلبی. پالگات حیدری بیرون امتیاز برای چادر ملو 22-19. درخواست ویدیو چک میکنه طولوکیان. اخبار است رفت و اشاره کرد که ویدیو چک رو بگیرن. اعتقاد داشت که به دست مدافعان برخورد کرده. دارن چک میکنن بازبینی میکنن صحنه رو و توپ تاچ شده و امتیاز رسید به ایفا سرا. اشاره میکنه من کامل دیدم. علی حق پرست 23-18 کار برای کامیز یعقوبی خیلی سخت شد. و مرتضی اکرمی که تا اینجا خوب مدیریت کرده هیجان بازیکن دو تیم رو. حیدری رو به منطقه سرویس راه سپار میکنن بازیکن تیم ایفا سرا. محمد امین حیدری در منطقه سرویس 23-18 برای ایفا. دریافت از موسی فاضل یه کار خوب از کیاوش حیدری که به بیرون رفت. امتیاز رسید به ایفا سرا 24-18. یک امتیاز میخواد تا 3-0 برنده بشه. علیرضا طولوکیان 24-18 اختلاف 6 امتیاز.
این شور و شعفی که ایجاد کردن ده سالم بازیکن شاد و ملو یک بار دیگه کیاوش ایدری تمام دفاع تمام قده مدافعان ایفا سرام اردکان تا امتیازی 25 رو بگیرن و 3-0 پیروز این شهر رو بعد جذاب بشن. خوشحالی به سبک چادر ملو در سال خاتمی رو ملاحظه میکنید. بازیکن چادر ملو هم زحمت میشنن دارن تشویق میکنن رفت به سمت تولوکیان کامیز یعقوبی یوسف قاضی هم این کار رو کرد به اجتی و همه مربیان رفتن و چادر ملو هم توسط عبدالله خودش داره تشویق میشه. فاصله هیچ این شهرآورد حساس رو برد. اولین تجربه دربی در بالاترین سطح رو تجربه کردن که ایفا برنده قاطع این مسابقه بود. امیدوارم از دیدن این دربی حساس و مهیج لذت کافی رو برده باشین. به اتفاق همه همکاران هم مستقر در سالن خاتمی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شما رو با خوشحالی بازیکن ایفا در رأس کار فرزاد ملابرامی و هوادارانشون تنها می‌ذارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.